امروز با ابزارهای آنلاین گوگل چارتس کار میکنیم گوگل چارتس یه ابزار خیلی مفید برای انتشار سریع بعضی از داده های شماست و رایگان هم هست زیبایی شناسی ساده این مصورسازی ها اون رو مناسب انتقال هر نوع داده میکنه از جذاب و سبک تا مجموع داده های جدی تر همینطور گوگل چارتس برای فهمیدن فرایند مصورسازی داده مناسبه برای اینکه خیلی مرتب شما رو در گرفتن بعضی تصمیم های استاندارد که موقع درست کردن تصویر سازی باید بگیرید به روشی خیلی ساده فهم هدایت میکنه. ما توی این فرایند قدم میذاریم و از مجموعه داده امید به زندگی که قبلا توی این کلاس داشتیم استفاده میکنیم. از گوگل شیتس برای مصورسازی این داده مطابق زاویه ادیتوریالی ای که انتخاب کرده بودیم استفاده میکنیم. من چیزها رو کمی برای شما ساده کردم و روش های بلقوه مصورسازی رو برای سه روش ساماندهی زمان، مکان و گروه بندی اینجا خلاصه کردم. اگه داده های شما بر حسب زمان سامان یافته باشه، نمودار خطی می کشیم. اگه با مکان سامان یافته باشه، از نقشه استفاده می کنیم. یا مثلا از جیو چارت که اینجا یه همچین اسمی داره. و اگه بر اساس گروه بندی سامان پیدا کرده باشه یعنی با اسم کشورها نمودار میله ای می کشیم. پس بیایید شروع کنیم. برای شروع ساختن نمودار به سراغ نسخه کپی که از جدول داده های کلاس درست کرده بودید برید. ما اول با ساختن یک نمودار خطی شروع می کنیم. کار کردن با گوگل شیتس برای ساختن یه نمودار نسبتا آسونه. اول داده هایی رو که میخواید توی نمودارتون استفاده کنید پررنگ کنید. پس برای نمودار خطی یعنی هر چیزی که اینجا هست به جز عنوان کدبندی رنگی بر اساس منطقه و منبع داده ها من اون رو اینجا پررنگ کنم. به محض اینکه پررنگ شد روی علامت چارت در جبه ابزار بالای صفحه کلیک کنید. خب این علامت چارته و وقتی روی اون کلیک میکنم ادیتور نمودار ظاهر میشه و یه چیز دیگه که باید به یاد داشته باشید خب اول اجازه بدید این رو کنار بگذارم به یاد داشته باشید که برچسب های بالای جدول داده ها رو هم انتخاب کنید پس یادتون باشه وقتی پر رنگ می کنید اسم کشورها و سالها رو هم انتخاب کنید خب حالا توی ادیتور نمودار هستید و این همه اون چیزیه که برای مصورسازی داده های خودتون نیاز دارید پس دکمه های مختلفی اینجا توی ادیتور نمودار دارید. مثلا گزینه شروع یا گزینه نمودارها که روش های مصورسازی دیگه ای که دارید رو میتونید بهش نگاه کنید. و همینطور گزینه شخصی سازی دارید که میتونید رنگ، قلم و برچسب زنی نمودارتون رو هم خودتون تنظیم کنید. اما اول به بخش شروع میریم و برای ساختن این نمودار خطی اولین کاری که باید انجام بدیم انتخاب این جعبه در اینجاست که میگه ردیف سوم رو به عنوان تیتر انتخاب کن و با انجام این کار مطمئن میشید که داده های شما بر اساس جدول داده برچسب خواهد خورد پس شما صرفا به گوگل چارتس میگید که میخواید اردن، ترکیه و مصر به عنوان کشور برچسب بخورند و میخواهید که اعداد طوری برچسب بخورن که انگار تو یک سال مشخص اتفاق میافتن و میتونید ببینید که وقتی اون رو روشن یا خاموش میکنید این نمودار که پیشنمایشیه از اینکه نمودارتون چه شکلی خواهد بود تغییر میکنه برای اینکه ما به گوگل چارتز کمک میکنیم تا بفهمه چطور داده ها رو ساماندهی کنه یک چیز خوب درباره گوگل چارتز وجود داره اونم اینه که اغلب روش مناسبی برای مصورسازی داده ها رو به شما پیشنهاد میکنه همونطور که توی این صفحه نشون داده شده این پایین توی بخش نمودارهای پیشنهادی با این حال من به دنبال یک روش دیگه مصورسازی می گردم که پیش از این به اون اشاره کردم یعنی نمودار خطی برای اینکه داده های من رو بر اساس زمان ساماندهی کردم پس با کلیک روی دکمه مور به سراغ دیگر مصورسازی ها میرم که ببینم میتونم اون رو پیدا بکنم یا نه پس اگر روی دکمه بیشتر کلیک کنم من رو به این گزینه دوم نمودارها توی اینجا میاره و میتونیم ببینیم که نمودار خطی درست اون بالا قرار داره و این برای من عالیه پس اون رو انتخاب میکنم خب پس من نمودار خطی رو به عنوان روش مصورسازی خودم انتخاب کردم و شما اینجا خواهید دید که حتی برای نمودارهای خطی هم سبکها و گزینه های مختلف مصورسازی وجود داره که میتونید انتخاب کنید با این حال من فکر می کنم برای هدف ما این بهترین گزینه است. فکر می کنم که این گزینه زیبا و مناسبه و فکر می کنم واقعا داستانی رو که می خوام با این روش مصورسازی روایت کنم منتقل می کنه. پس همونطور که این پایین می بینید مسلما می تونستید روش های دیگه مصورسازی رو هم انتخاب کنید. پس اگه دوست دارید نگاهی به این روش های مختلف بندازید. و اونها را انتخاب کنید تا ببینید چطور بر مجموعه داده های شما تأثیر میذارن. میتونید ببینید که تفاوت شروع به ظاهر شدن میکنن اگر روش های دیگه مصورسازی رو انتخاب کنید. حالا اگر روی این روش های مختلف مصورسازی توی اینجا کلیک کنید مثلا نمودار دایره ای و اگه اون رو انتخاب کنید یک علامت هشدار کوچیک شبیه این خواهید دید. این به معنای اونه که گوگل چارتس نگاهی به داده های شما کرده و فکر میکنه که داده ها به شکلی ساماندهی و ساختار بندی شدن که نمیشه از این نوع مصورسازی استفاده کرد. پس روش های مشخص مصورسازی برای انواع متفاوتی از داده ها مناسب هستند و داده های شما با این یکی تناسب ندارن پس برای مجموعه داده هایی که ما با اون کار می‌کنیم، نمودار دایره ای و هر نوع نمودار دیگه ای که مبتنی بر نسبت ها باشه واقعا کار نمیکنه. و گوگل کمک خیلی بزرگی میکنه برای اینکه میتونه این رو تشخیص بده و اجازه نمیده که اون گزینه رو انتخاب کنید. خب ما به بعضی از روش های مختلف مصورسازی نگاهی انداختیم. اما حالا دوباره به همون نمودار خطی خودمون برمیگردیم. حالا این روش مصورسازیه که من میخوام. اما داده من به خوبی ساماندهی نشده. این نشون میده که خطهای اینجا نمایانگر سالها هستن. در حالی که من میخوام نماینده کشورها توی مصورسازی من باشن. پس لازمه که این مشکل رو حل کنم. روشی که میتونم این مشکل رو درست بکنم اینه که به نقطه شروع برگردم و به این جعبه هایی که تیک خوردن نگاه کنم تا ببینم برای نمودارهای خطی چه گذینه های اضافه ای دارم. اگه به این گزینه ها تو اینجا نگاهی بندازم فکر کنم بتونم ببینم که مشکل مصورسازی من چی ممکنه باشه. پس وقتی این گزینه های مختلف رو روشن و خاموش کنید میتونید ببینید که مصورسازی اینجا توی سمت راست عوض میشه. وقتی من گزینه تعویز ردیف ها با ستون ها رو روشن میکنم میتونم ببینم که مصورسازی من تغییر میکنه. پس با روشن کردن این گزینه خط مصورسازی من نماینده کشور بر حسب ساله و این چیزیه که من از اول میخواستم خب این کمی اون به اون چیزی که میخواستم نزدیکه اما همچنان کاملا درست نیست پس نیاز دارم که نگاه دقیق تری بهش بندازم. حالا لازم دارم که گزینه های دیگه اینجا رو هم نگاه کنم و تنها گزینه ای که هنوز چک نکردم اینه استفاده از ردیف سه به عنوان برچسب. وقتی که اینو انتخاب می کنم مصورسازی من تغییر عمده ای میکنه و اون همون چیزیه که دنبالش بودم. صرفا با انتخاب گزینه استفاده از ردیف سه به عنوان برچسب چیزی که اتفاق میافته اینه. وقتی که این گزینه انتخاب نشده باشه گوگل چارتس فکر میکنه که ردیف سوم توی جدول داده خودش یه نقطه داده است پس این خط اینجا برچسب کشور میخوره اما این درست نیست و بنابراین با انتخاب اون به گوگل چارتس این اطلاعات رو میدیم که از اون به عنوان برچسب استفاده کنه به جای اینکه اونو نقطه داده به حساب بیاره و بنابراین همه داده ها رو بازارایی میکنه که این خروجی رو به من بده پس این اون چیزیه که من میخواستم با این حال من میخوام که حس بسری این کار رو هم کمی دستکاری کنم میخوام رنگ ها رو عوض کنم تا با رنگ های انجمن حمایتگری جور باشن و همینطور عراق رو توی مصورسازی خودم پر رنگ کنم تا مطمئن بشم مخاطب متوجه میشه که امید به زندگی توی این کشور کاهش پیدا کرده به اضافه اینکه لازم دارم درباره هاشیه نویسی ها و برچسب ها هم فکر کنم پس این کارها رو الان انجام میدم برای شخصی سازی رنگ ها و برچسب ها توی این نمودار لازم دارم که سراغ دکمه کاستومایز برم. الان روش کلیک می کنم. دکمه شخصی سازی خیلی مفیده برای اینکه گزینه روش های مختلف بسیاری رو برای تنظیم دقیق گرافیک به شما ارائه می کنه. پس مطمئن بشید که همه این گزینه ها رو امتحان می کنید تا ببینید کدوم بهتر جواب میده. گزینه های بسیار متفاوت دیگه ای هم وجود دارن که میتونید استفاده کنید تا مصور سازیتون رو دقیقا همون طوری که دوست دارید انتخاب کنید. برای شخصی سازی مصور اولین کاری که میکنم اینه که براش یه تیتر بذارم. میتونم با تایپ کردن توی قسمتی که گزینه تیتر یا عنوان رو به من میده این کار رو انجام بدم. تصمیم گرفتم که تیتر مصور سازیم این باشه. تأثیر جنگ عراق بر زندگی. این رو انتخاب کردم برای اینکه به بیننده یادآوری کنم من این مصور سازی رو ساختم تا این نکته رو پر رنگ کنم که چطور امید به زندگی توی عراق پایین اومده بعد از تیز توی بخش شخصی سازی شما گزینه راهنمای نقشه رو میبینید این به من گزینه هایی میده که میتونم تصمیم بگیرم راهنمای ما رو توی کجای مصور سازی قرار بدم پس صرفا انتخاب این منوی دراپ دان میتونه راهنمای نقشه رو پایین داخل یا جای دیگه ای قرار بده یا حتی میتونم از شهرش خلاص بشم اگه اونو نمیخوام با این حال فکر میکنم که نگهش میدارم اما در سمت راست صفحه قرارش میدم خب این اینجا صرفا برای اینکه اگه کسی خواست ببینه رنگ های مختلف نماینده چه چیزی هستن بتونه پیداشون کنه اما یه چیز خوب دیگه درباره گوگل چارتس اینه که توی مصور سازی های تعاملی وقتی شما موس رو روی خطهای مختلف اینجا حرکت بدید میتونید اسم کشورها و داده های واقعی و سال اونها رو ببینید پس این واقعا مفیده برای اینکه اطمینان میده داده ها همیشه قابل دسترس هستند گزینه بعدی زیر راهنمای نقشه فونت و این جاییه که شما میتونید درباره نوع قلم مصورسازی خودتون تصمیم بگیرید. اینجا انتخاب‌های خوبی وجود داره. با این حال از تنوع فونت ها توی بخش های دیگه گوگل مثل گوگل داکس محدود تره. به این دلیل که من این مصور سازی رو برای انجمن حمایتگری انجام میدم فونت سانس سریف رو انتخاب میکنم که فکر میکنم بهترین همخانی رو با برند انجمن حمایتگری داره. به هر حال این بهترین انتخابیه که با این گزینه‌های محدود میتونستم داشته باشم. همینطور برای پس زمینه هم تصمیم گرفتم من پس زمینه رو سفید نگه میدارم اما شما میتونید اون رو به هر رنگ دیگه مثل خاکستری یا زرد یا رنگ های دیگه مناسب با برند سازمانتون تغییر بدید اما من سفید نگهش میدارم خب بعد از این میخوام که به برچسب های محور های نمودارم نگاهی بندازم چه چیزی لازم دارم اضافه کنم برای اینکه مطمئن بشم مردم میتونن مصور سازی من رو بخونن و بفهمن خب روشی که من این برچسب ها رو اینجا تغییر میدم صرفا با اسکرول به پایین توی ستون شخصی سازیه تا اینکه به بخش ها برسیم و اول برچسب محور افقی رو انتخاب میکنم من اون رو به سال تغییر میدم برای اینکه چیزیه که اینجا توسط این محور نشون داده میشه بعد نیاز دارم که محور عمودی رو هم برچسب جدیدی بزنم پس با رفتن به منوی دراپتان اون رو انتخاب میکنم و تغییرش میدم به امید به زندگی و بعد توی پرانتز سال رو اضافه میکنم برای اینکه مبتنی بر ساله اما این کمی با اون سال که توی این پایین داری متفاوته و بعد دکمه اینتر رو فشار میدم و بعد میتونید ببینید که این برچسب اینجا هم ظاهر میشه همینطور برای همه برچسب های کل مصورسازی شما میتونید نوع قلم رو تغییر بدید خب من میخوام که این برچسب ها برجسته باشن پس اونها رو بولد میکنم این کار رو برای محور افقی و بعد محور عمودی هم انجام میدم و فکر کنم که هر دوی اونا برجسته شدن و نسبت به این عددها بیشتر توی چشم هستن بنابراین این سه بخش مصورسازی بیشتر دیده میشن و فکر کنم که این خیلی خوبه تا ببیننده کمک کنه که برای تفسیر مصورسازی کجا باید دنبال اطلاعات بگرده حالا میخوام رنگهای خطهای کشورها رو تغییر بدم و عراق رو برجسته کنم پس توی این ستون شخصی سازی به پایین میام و سریز رو انتخاب میکنم و اینجا جاییه که کشورها فهرست شدن. پس میتونید اونها رو توی این منوی دراپ ببینید. این کار یه کمی سخته اما اینجا من همه رنگ های کشورها رو به خاکستری تغییر میدم به جز عراق که اون رو آبی میکنم. خب من رنگ ها رو تغییر دادم و عراق این خط آبی اینجاست برای نمودار خودتون به یاد داشته باشید که رنگ ها توی مصور سازی داده ها معنا دارن آیا هیچ رنگی وجود داره که فکر می کنید اینجا نباید استفاده کنید برای اینکه تدایی های دیگه ای داره؟ همینطور به یاد داشته باشید که اگر رنگ های مختلف رو برای متمایز کردن انواع مختلف داده به کار میبرید مطمئن باشید که اون رنگ به اندازه کافی متفاوته که اون تمایز رو نشون بده. وقتی که این کار رو انجام دادم دکمه اینسرت رو فشار میدم و اون وقت نمودار من روی جدول داده نمایش داده میشه. اینهاش. شما میتونید همینطور نمودار رو بکشید تا داده ها بهتر توی اون جا بگیرن و این کاریه که من الان میخوام انجام بدم. من این نمودار رو کمی بلند میکنم. خب این هم نمودار تمام شده منه حالا اگه میخواستید داده ها رو با مکان یا کشور ساماندهی کنید چه کار میکردید؟ الان به شما نشون میدم که چطور با داده هاتون نقشه درست کنید. پس فعلا این نمودار رو کنار میذارم. ستون کشورها و سالی رو که میخواید نقشه اون رو نمایش بدید پررنگ کنید. و این برچسب های بالا رو پررنگ نکنید. صرفاً چیزی رو انتخاب کنید که زیر خط خاکستری باشه. و بعد دکمه چارت رو توی جعبه ابزار بالا کلیک کنید. مصورسازی های بیشتر رو ببینید و نقشه رو انتخاب کنید. شما دو گزینه برای مصورسازی داده روی نقشه دارید استفاده از حباب ها یا اینکه صرفا کشورها را با رنگ های مختلف وارد کنید. خب کدوم را ترجیح میدید؟ من نسخه حباب ها را بیشتر میپسندم برای اینکه از اندازه و رنگ برای انتقال داده های امید به زندگی استفاده میکنه به جای اینکه صرفا رنگ ها رو به کار ببره. پس این رو انتخاب میکنم و به بخش کاستومایز میرم. اول منطقه ای رو انتخاب میکنم که به بهترین شکل کشورهای مناپ رو نمایش میده. به نظر میرسه که انتخاب آفریقا این منطقه رو بهتر نشون میده. پس اون رو انتخاب میکنم. بعد از اون حداقل اقل متوسط و حد اکثر رنگ رو برای انتقال امید به زندگی های متفاوت انتخاب میکنم. رنگ تیره تر مقدار بیشتری داره من این رنگ ها رو برای نمایش استفاده می کنم همینطور از رنگ های استفاده می که با برند انجمن حمایتگری هم همخونی داشته باشن این نمودار با نوع هاشیه نویسی من چیز زیادی ارائه نمیده. پس میدونم که اگه قرار بود اون رو, رو روی یک وبسایت منتشر کنم باید هاشیه نویسی های خودم رو اضافه می کردم. با این حال اگه با موس روی حباب ها برید برچسب هایی برای داده ها وجود دارن. حالا کار شما تمومه. پس روی اینسرت کلیک کنید. و این هم نقشه شما. حالا به شما نشون میدم که چطوری با داده های خودتون یک نمودار ای درست کنید. پس این نقشه رو هم میفرستم اون پایین. اول مثل همون مورد نمودار خطی همه داده ها رو پررنگ کنید و بعد دکمه چارت رو انتخاب کنید. دکمه انتخاب ردیف سه به عنوان تیتر رو کلیک کنید و نگاهی به نمودارهای پیشنهادی بندازید و نمودار میله ای رو انتخاب کنید. بعد به بخش کاستومایز برید و رنگ ها رو تغییر بدید و تیتر رو برچسب اضافه کنید. و موارد دیگه ای درست مثل همون کاری که برای نمودار خطی انجام دادید. تیتر همون تیتر جدول داده خواهد بود. و هاشیه نویسی ها هم یک سانه. و اونها رو بولد میکنم. حالا رنگ ها رو عوض می کنم تا با رنگ های انجامن حمایتگری جور باشن و از آبی برای برجسته کردن سال 2010 استفاده می کنم. بقیه چیزها خاکستری میشن. من انتخاب کردم که اخیرترین داده ها برجسته بشن و سالهای قبلتر به خاکستری تبدیل بشن. و بعد دکمه این سرچ رو فشار میدم. اینه ما یک نمودار ای داریم. و همین. این هم سه گزینه مصورسازی داده های ما. امیدوارم که دنبال کردن این مراحل زیاد سخت نبوده باشه و شما تونسته باشید یک مصورسازی موفق با مجموعه داده های خودتون انجام بدید. تو قدم بعدی مرور می کنیم که چطور این مصورسازی ها را ذخیره و به صورت آنلاین منتشر کنیم.